سلام. اوخ سلام عزیزم، چطورین؟ به یک چیچت دیگه خوش اومدین. من امروز باید آرایش بکنم که برم یه رستوران. میخواییم بریم عصری سوشی بخوریم. دو روز دیگه از آتلانتا میریم. امروزم چند تا از سفارشام رسیده. یکیش که البته یه برند عربی بود، برام بسته فرستاده بود، خیلی زود رسید. خدایی البته اکسپرس شیپ کرده بود، ولی یکی دیگه‌ش هم از رود بود. من قابی که سفارش داده بودم به سارا گم کرده بودم دیگه، خیلی اصلا خورد بود، اصلا بدون اینکه بازش کنم گم شده بود. این رسید امروز. پشتش رو البته امتحان نکردم، بسه الان جلوی دوربین برای اولی ما. خب ببین، از تمام رنگایی که از این رو داشتم این از همش باحال‌تره. همین که اونا فقط بام لبه، این تریتمنته، یعنی خاصیت درمانی داره، بدین مزه داره، خیلی خوشمزه است. خلاصه که داستان امروز رو یکی از شماها برام فرستادین و داستان خیلی عجیبی بود. نوشته بود که هلیا مثلا تو چند بار توی تلگرام و همین یوتیوب راجع به این که پسرها و دخترها بخوان دوستای جنس مخالف خودشون رو داشته باشن صحبت کردی، مثلا همیشه میگفتی که اوکیه. من میخوام یه موردی رو برات تعریف بکنم که مثلا تا قبلش منم فکر میکردم خب عادیه، دوستاشون اوکی هم فلان، ولی برای من حدسم هم، یعنی همون چیزی که فکر میکردم عذاب در اومد. بعد رفتم داستانش رو خوندم، حالا یه کامنتی تش میدم که این داستان یه ذره متفاوت بود از چیزی که مثلا ما همیشه میگیم. خب ببین، قصه یه دختری که میخوام بگم، یه دختریه که البته ایران هم زندگی نمیکنه، ایران زندگی نمیکنه و میگه که من به تازگی مهاجرت کرده بودم و مهاجرتم کرده کانادا و میگفتش که وقتی وارد شدم مثلا همه ای به اینجوری بودن که آره وارد این جمع نشو، وارد اون جمع نشو. تو وقتی مهاجرت میکنی مثلا اکیپی که واردش میشی خیلی مهمه، نمیدونم با اینا نگر با اونا نگر. میگه خلاصه انقدر هی به من اختار میدادن که من خیلی مدت تنها بودم و دیگه مثلا اینجوری بودم که ولش کن، مثلا دیگه این سری با مثلا چه یه اکیپ پیدا کنم میرم توشون و باشون دوست میشم، چون خیلی داشت این تنهاییه و بدون دوست بودنه به فشار میابرد. خلاصه میگه که تو همون دوره بود که توی دانشگاه با یه اکیپ خیلی بامزهی دوست شدم. کلاسامون یکی در اومد، بعد مثلا بهشون گفتم آره من تنهام، تازه مهاجرت کردم، بهم گفتن که مثلا یه شب که دارن میرن بیرون منم بهشون اضافه شم و برم بیرون. اسم دختر قصه‌مونو میذاریم نیکو. نیکو خیلی هیجان داشته برای مثلا شنبه شبی که با اینا قرار داشته و میگه به مامانم هم گفتم مثلا دارم با دوستان میرم بیرون، خیلی خوشحال بود، چون میگم مثلا 6-7 ماهی از اومدنم به تورنتو گذشته بود ولی مثلا با هیچ کس دوست نشده بودم و هیچ دوستی پیدا نکرده بودم. مثلا مامانم هم همش اینجوری بود که دور خودتو شلوغ کن وگرنه خیلی بهت سخت در میگذره. من خب خیلی دیگه هیجان داشتم که دارم با یه سری از بچه ها میرم بیرون. این اکیپی هم که داشتم باشون میرفتم بیرون مثلا اکیپی بود که بچه های خیلی خوبی بودن و همیشه مثلا همه تعریفشون رو میکردن و نمیدونم، گزینه خیلی هیجان انگیزی بود برای هنگ اوت کردن. ببین میخوام الان صورت زندگی من نابود شد، زندگی من نابود شد. خواستم بگم میخوام با این کانترول کنم چون کانترولمو نگردم دیگه. خلاصه میگه که من حتی رفتم لباس خریدم برای اینکه با بچه‌ها برم بیرون و شنبه شد و قرار گذاشته بودیم که اول خونه یکی از بچه‌ها جمع بشیم، مثلا یکم مشروب اینا بخوریم، بعدش
بریم بار هاپینگ بکنیم. بار هاپینگ یعنی مثلا وقتی میگن که بخوای بری هی چند تا بار هی بشینی یه مشروب بخوری بری بار بعدی، بشینی یه مشروب بخوری بری بار بعدی. و گفتش که می‌خواستیم بار هاپینگ بکنیم، گفتیم که قبلش جمع شیم خونه یکی از بچه‌ها و به قولی قبلش بشینیم مشروب بخوریم. بد نشد نه؟ بعد میگه که دیگه جمع شدیم و رفتیم و وقتی رفتم پیششون خیلی به هم خوش گذشت. از همون اول انگار که من با جم کلیک خوردم و شروع کردم با هم معاشرت کردن و خیلی هم بچه های گرمی بودن. و همون وسط ها یه پسره شروع کرد با هم حرف زدن. از پسرم خیلی خوش آمد، اسم پسره رو میذاریم آرمان، تا رو گذاشتیم اسم پسره رو میذاریم آرمان. میگه از آرمان خیلی خوشم اومد، برای اینکه مثلا بچه های تورنتو همه اونایی که تا به الان دیده بودم یا اونایی بودن که مثلا کار نمی کردن، نمی دونم مثلا از خوشگذرونای خیلی زیاد یا از این درس خونای خیلی زیاد که خوش نمی گذرونه. یه آدمی که هم تیپ خودم باشه رو اصلا ندیده بودم. مثلا آرمان هم کار می کرد، هم درس می خوند، هم خیلی رفتش بزرگونه و خوب بود. اصلا یه چیزی بود که توی فکر نمی کردم حالا مثلا پیدا بکنم. هم موقع داشت صحبت می کرد راجب کارش رو همیشه صحبت می کرد، همجا احساس کردم که مثلا من از این می تونه خوشم بیاد. دیگه میگه شماره همو گرفتیم و اون شبم بیشتر تایمو من هی با آرمان صحبت می کردم و با هم کلی رقصیدیم و مشروب خوردیم و خندیدیم و مثلا اصلا نه جلو اومد نه کاری کرد که مثلا من بگم این چه پسری بود، نه هیچی. خیلی مرتب و شیک شماره ما ازم گرفت و شروع کردیم صحبت کردن. شروع کردیم به صحبت کردن و اصلا خیلی زود من هم با این جمعه خیلی دوست شدم، هم با آرمان رابطم رفت جلو و رفتیم بیرون و رفت آمد. خیلی همه چی خوب بود، خیلی همه چی خوب بود و همه هم دوستم داشتن تو جمعشون. ولی همیشه حس می کردم که مثلا یه ماجرایی وجود داره که کسی به من چیزی نمیگه. این وسط هم مثلا من کل بعد دوستای بچه ها رو ندیده بودم، هی مثلا کم و بیش هی آدم اضافه میشد به جمع، مثلا آشنا میشدم به آدم و دایره معاشرتیم هم هی بزرگتر میشد. آرمان توی یه شرکت مهندسی کار میکرد و خیلی هم سمت و موقعیت خوبی تو شرکت داشت و تصمیم داشت که درسش که تموم شد همونجا کار دائمی بگیره و میگفتش که آره. خلاصه خیلی 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 کیس خوبی بود و همون اولا به هم گفته بود که مثلا اگه وارد رابطه میشیم من دوست دارم که مثلا وارد رابطه‌ای بشم که دو طرف جدیان و مثلا اگه خوب پیش بره برای آینده با هم تو رابطه‌ایم، نه اینکه وقت تلف کنیم. من رابطه‌ای که بخوام خوشگذرونی کنم وقت تلف کنم توش زیاد داشتم، الان از تو خوشم اومده، دوستم دارم که مثلا خیلی جدی با هم بریم تو رابطه. دیگه میگه که منم که خب از خودم بود، اصلا باورم نمیشد که مثلا اون 6 ماهی که تنها گذرونده بودم الان مثلا هم یه سری دوست خوب پیدا کردم، هم از لای اون دوستای خوب مثلا یه پارتنر خوب پیدا کردم، همه چی عالی. میگه کم کم یه 3-4 ماهی که از دیت کردن ما گذشت یه دختری به جمع اضافه شد به اسم ستاره. میگه ستاره به جمع ما اضافه شد و منم خب مثل همیشه که بچه ها دوستاشون هی میدیدم، به هر حال یه اکیپ خیلی بزرگ بود، هر کیم دوستای خودش رو داشت، من کم کم داشتم با آدم های دیگه هم آشنا میشدم. مثل همیشه خیلی گرم رفتم سلام علیک کردم و هم موقع یه احساس کردم که مثلا ستاره یه حالی با من سلام علیک کرد. ولی خب اینجور بودم که اوکی، حالا همه که نباید از همه خوششون بیاد، حالا مثلا این انرژی منو خیلی نگرفت. یه یکم که گذشت هم ماجرای پچ پچا و داستانا احساس کردم که یه چیزی هست و خب آرمان هم انقدر پسر منطقی بود که تصمیم گرفتم راجع به موضوع باش حرف بزنم، مثلا بگم به نظرت ماجرا چیه. اصلا نمیتونستم حدس بزنم که مثلا داستان از چه قراره و چرا آدم این کار میکنم. میگه تا به آرمان گفتم یه ذره ناراحت شد و گفتش که ای بابا مثلا چرا زودتر بهم نگفتی که مثلا این اتفاق افتاده. یه
هیچی، من و ستاره مثلا تابستون قبل با هم تصمیم گرفتیم که مثلا از حالت دوستی در بیاییم و امتحان کنیم ببینیم میتونیم با هم باشیم. البته این تو ذهن ستاره بود، برای من فقط یه رابطه مثلا خیلی فان بود که لایه مثلا یه به قول خارجکی سامر فلینگ بود، یه رابطه بود که میدونستم فقط برای تابستون و خوشگذرونی چند ماه تعطیلی و مسافرت و بریم بیایم و اینا، ولی برای اون بیشتر بود. و ولی خب ما خیلی مثلا دوستای قدیمی بچگی هستیم و همه چی بینمون خیلی اوکیه. حالا بعیدم میدونم مثلا اینجوری که تو میگی باشه، حتما دختر خجالتی خیلی خوب نتونسته مثلا سری بیاد و ارتباط برقرار بکنه. آقا میگه که من خب تازه از ایران رفته بودم و نمیخواستم الان یه جوری رفتار کنم که اینا بگن اه اه مثل این دختر ایرونی ها مثلا که فکر میکنن همیشه بین یه دختر و یه پسر یه ماجرایی هست، یه داستانی هست. مثلا نمیخواستم رفتار کنم. وقتی که آرمانم بهم گفتش که نه خیالت راحت باشه چیزی بین ما نیست، مثلا احساس کردم که خیلی ازم انتظار اینو داره که بپذیرم ماجرا. میگه منم گفتم که اوکی و واقعا هم تو رفتارش هیچ چیز بدی نمیدیدم. دلم هم نمیخواست جوری رفتار کنم که همه مثلا، چون میگه مثلا تو اکیپشون همه چی خیلی خوب بود ولی حالا مثلا یه سری چیزا تو جمعشون بود که من خیلی دوست نداشتم. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا حالا چه اونایی که مثلا یه سال بود اومده بودن چه دو سال بود اومده بودن، هی مثالشون اینجوری بود که ادای این ایرانی بازی ها رو در نیار، نمیدونم این رفتارای ایرونی نکن. مثلا میگفتش که خیلی از این تیکه کلامشون هم بدن میومد، چون به نظرم مثلا هیچ مشکلی تو رفتار ایرانی ها نبود، اینا صرفا از روی جوگیری مثلا یه چیزی میخواستن بگن. و میگه که ولی چون اذیت هم میکردم و خب غالب جمعشون دخترها اینجوری بود، منم اصلا نمیخواستم بهونه بدم دستشون، چون هنوز مثلا به قولی جاپام هم صفر نشده بود تو جمع که بخوام حالا راجع این موضوع بیام اظهار نظر کنم بگم مثلا این چه حرفیه داری میزنی یا هرچی. میگه که الان که برمیگردم عقب مثلا میبینم که نه چرا، مثلا من با همونجا راحت حرفامو میزدم. اتفاقا ماجرای عجیبی بود به هر حال، اگرچه به دوست صمیمیش مثلا حساب میشد، دوست قدیمیش حساب میشد، ولی به هر حال یه رابطه احساسی بود. اول ایمیلت هم که برام نوشته بودی هلیا، مثلا تو همیشه میگی اوکی این که طرف دوست داشته باشه، میخواستم همینو بهت بگم که به نظر من در حالتی اوکیه که چیزی بینشون وجود نداشته هیچ وقت. میدونی وقتی یه اتفاقی بین دوتا دوست میفته، به نظر من قطعا اون وسط یه چیزی هست. حالا اگر هم تصمیم بگیرن که به روی خودشون نیارن یا حالا داستانو تموم بکنن، ولی تا ابد اون اتفاق گوشه ذهن هر دو طرف مسلماً باقی میمونه و به نظر من این تو کاتگوری دوست صمیمی دوست معمولی قرار نمیگیره. میخواستم برسم به اینجای ماجرا که بگم دختر جان، اونی که ما گفتیم با اونی که تو تعریف کردی یکی نبود. صورتم یک کوچولو انگار برونزه شده یا این آرایشه اینجوریش کرد. و هر حال ما استقبال میکنیم از برونزه بودن. خب بعد میگه که این آروم باز کنم تو چیچت های قبلی ترکی، واقعا جای ناخونم که توشه حق داشته، واقعا بد باز میشه. بعد میگه که آره خلاصه چند وقتی گذشت و منم هی سعی کردم که به روی خودم نیارم، مثلا این ماجرا و رفتارهای ستاره رو مثلا به روی خودم نمی آوردم، چون آرمانم واقعا اصلا مثلا محل ستاره نمیداد که مثلا بخوام بگم آره من الان باید حساس باشم و کاملا اطمینان داشتم به حرفی که بهم زد. خلاصه اینو داشته باشین و بریم جلوتر. میگه رفتیم جلوتر تا اینکه رسید به تولد آرمان، رسید به تولد آرمان و مثلا 19 ماه از رابطه ما میگذشت. 19 ماه از رابطه ما میگذشت و این وسط هم دیگه مثلا میگفت اکیپمون انقدر قاطی شده بود که منم دوستای جدیدی که پیدا کرده بودم و آورده بودم تو جمع و باهاشون معاشرت میکردم و مثلا دو سه تا از دختره که تو دانشگاه باهاشون دوست شده بودم اونا هم اومده بودن تو جمع ما و خیلی خوش میگذشت بهمون دیگه. اصلا این یه جمع خیلی بامزه‌ای شده بود. و میگه که رسید به تولد آرمان و تصمیم گرفتیم که هممون جمع شیم یه جا و
تولدش رو اونجا بگیریم. تولدش رو اونجا بگیریم و میگه یه مثلا یه رستوران بار خیلی معروف بود، خیلی هم فنسی و خوشگل. من و آرمانم رابطمون انقدر خوب بود که من مثلا به مامانم میگفتم ماما مثلا فکر کنم آرمان توی مثلا 2-3 ماه آینده بخواد از من پروپوز بکنه، انقدر همه چی داره خوب پیش میره. و یعنی این آمادگی رو دادم که رابطمون انقدر جدی. حتی چشممون نی بردم با این قلموه تای چشممون کشیدم خیلی خوب شد، این بر پررنگتره فقط نمیشه. بعد میگه شب تولد آرمانم شد، منم میخواستم همه چی بی نظیر باشه و دیگه منم همه چی رو هماهنگ کرده بودم. اون دوستای مشترک خودم رو دعوت کردم، دوستای خودمونم دعوت کردم. رسید نوبت این که مثلا ببینم آقا ستاره رو دعوت کنم یا نه. دیگه از هر کی پرسیدم که به نظر شما من ستاره رو دعوت کنم یا نه، همه اینجور بودن که آره مثلا اگه دعوت نکنی انگار یه داستانی وجود داره. و خب منم مثلا نمیخواستم مثلا این حس القا بشه به ستاره یا دوستای اطرافمون، چون به نظر خودم هم همه چی خیلی اوکی بود دیگه. حالا اینکه اون با من کنار نمیومد اصلا مهم نبود، مهم بود که دوست پسر من همیشه حواسش به من بود و من هیچ وقت واقعا حس نکردم که آرمان دلش میخواد چیزی بین خودش و ستاره وجود داشته باشه. دیگه میگه یه لباس خیلی خوشگل پوشیدم و شب و بی نظیر برگزار کردم و کادو و فلان و همه چی عالی. ستاره رو دعوت کردم، ستاره رو دعوت کردم و مهمونی شروع شد. مهمونی شروع شد و همه اومدن و ما یه قسمت از این جا رو که مثلا پرایوت بود برای همین تولد و مراسم رو گرفته بودیم، همه شروع کردن اومدن و تعریف کردن از اینکه چقدر همه چی قشنگ شده و مرتب شده و اینا. و همه چی داشت خوب پیش میرفت و دیدم که ستارم نیومده. اتفاقا ستارم نیومده. دیگه شروع کردیم به مشروب خوردن و غذامون رو سفارش داده بودیم و به همه داشت خوش میگذشت تا اینکه در باز شد دیدیم ستارم اومد و منم اصلا انقدر داشت خوش میگذشت و انقدر همه چی خوب بود که رفتم خیلی گرم و صمیمی بغلش کردم. یهو دیدم که مثلا با یه حالت خیلی بدی منو از خودش جدا کرد و پرید تو بغل آرمان و تولدش رو تبریک گفت. من اینجوری بودم که اوکیه، حالا سخت نگیرم امشب تولد مثلا آرمان، همه چی بر راجب اون باشه، حالا بعدا راجب موضوع باش صحبت میکنم یا مثلا بعدا اصلا به روی خود ستاره میارم دیگه. من 10 ماه مثلا با آرمانم داره میشه 1 سال، میخواد مثلا رابطمون جدیتر بشه بریم تو استاپ بعدی، اصلا این چی میگه این وسط. میگه تصمیم گرفتم اصلا به روی خودم نیارم و شروع کردیم به معاشرت کردن و اینا. میگفت مثلا یه تصفه یه میز بزرگ برامون گذاشته بودن، مثلا 20 نفر از این سر میز به اون سر میز، من داشتم یه گوشه یه مثلا این اتاقه با دوستام حرف زدم معاشرت میکردم میرخصیدم. یهو دیدم که یه گوشه ای مثلا همه گرد جمع شدن و یهو دیدم که اون در باز شد، ستاره در رو کوبید باز کرد رفت بیرون، پشت سرش دوست صمیمی خودش و 3 تا از دوستای صمیمی من رفتن بیرون. و مثلا من یهو دیدم که یه نیم ساعت 40 دقیقه یه گرم صحبت با بچه‌هام، مثلا نفهمیدم تو این نیم ساعت 40 دقیقه چه اتفاقی افتاده. هرچی این ور اونور نگاه کردم ببینم آرمان کجاست، دیدم آرمانم نیست. و میگه که رفتم بیرون و دیگه ساعت مثلا نزدیک 12 شده بود، رفتم بیرون و هی وایسادم هرچی گوشی آرمانو گرفتم دیدم جواب نمیده، خبری هم از ستاره و دوستای صمیمی خودم و دوست صمیمی اون نیست. میگه دیگه انقدر صحنه دراماتیک شده بود و مثلا نه من بودم نه آرمان و اینا، بچه هم کم کم خدافظی کردن و رفتن و من دم در یکم وایستادم. 1 ساعتی گذشت دیدم خبری از کسی نیست. میگه تصمیم گرفتم که برم خونه آرمان و منتظر بمونم، دیگه 100% برمیگرده و حتما توضیحی داره برای اینکه چه اتفاقی افتاد. میگه همین که تو این فکر بودم یهو دیدم ستاره داره میاد بره سوار ماشین شه، مثلا اوبر گرفته بود و داره میره سوار ماشین شه و دوست صمیمیشم پشتشه، آرمانم داره مثلا از 20 قدم اونورتر میاد، دوستای منم معلوم نیست کجا. دیگه میگه من وایسادم و اینا، یادم که ستاره صورتش قرمز گریه کرده به منم یه نگاه کرد، سوار ماشین شد اومد بیاد سمتم، هیچی نگفت سوار ماشین شد و رفت.
من همجور شوکه موندم که چی شده. آرمانم اومد پیش من، ازم پرسید که مثلا امشب ستاره با من حرف زده یا نه، گفتم که نه و رفتیم خونه. رفتیم خونه و منم تو راه اصلا حالم بد، سرم داغ شده بود و مثلا اگه ورژن چند سال پیش من بود میمدم میگفتم که آره مثلا چی کار کردی، کجا بودی و نه، ولی میگفت انقدر مثلا رابطمون جدی و منطقی بود و انقدر چیزی که داشتیم و دوست داشتم که اصلا نمیخواستم یه حرکت اشتباه یا یه حرف اشتباه همه چیزمون رو بریزه به هم. برای همین مثلا ترسیدم که وایسیم برسیم خونه خودش شروع کنه و تا رسیدم خونه لباس عوض کردیم دیگه مثلا قصد قیافه منم معلوم بود که مثلا خسته شدم، میخوام اینم داستان چی بوده. آرمان بهم گفتش که آره مثلا از وسط شب دیگه ستاره هی میاد با من حرف میزد و هی میگفت باید با هم صحبت کنیم و باید مثلا یه گوشه ای مثلا گیرت بیارم با هم حرف بزنیم و هی بهم میگفت بیا بریم فلانجا، بیا بریم بیرون و اینا. میگفت انقدر بهم گیر داد که من مجبور شدم برم، چون مثلا دوستم داشتم مثلا تو هی ببینی که این داره با من پچ پچ میکنه فکری بکنیم، میخواستم ببینم حرف حسابش چیه. دیگه میگه که منو برد یه گوشه و به هم گفتش که مثلا میدونم تو به رابطمون اونجوری که مثلا من نگاه میکردم نگاه نکردی، ولی من خیلی دوست داشتم که مثلا فکر میکردم تو اون دو ماهی که مثلا من و تو با هم میریم میایم تو از من خوشت میاد و مثلا ما رابطمون با هم جدیتر میشه و مثلا وقتی دیدم که تو گفتی که این رابطه رو به هم بزنیم و مثلا برگردیم به حالت اینکه با هم دوست بودیم، بازم گفتم که خب ما همون میبینیم و مثلا یه اتفاقی بینمون میفته، تو وقتی رفتی دیت کردی با نیکو و رابطتون انقدر جدی شد من دیگه نمیتونم، به خودم گفتم باید به تو بگم که من عاشقتم و به نظرم تو سولمیت منی، تو اون you're the one، تو اون یه نفر ساخته شده برای منی. و میگه که منم سریع آب پاکی ریختم رو دستش که ما از اول صحبت کرده بودیم که این رابطه قراره چجوری بشه، من هیچ وقت به تو نگفتم که مثلا من جدی به رابطمون نگاه میکنم دیگه، بعدش هم که به هم زدیم هم همینا گفتم، یعنی هیچ وقت از سمت من به تو پیام اشتباهی نمیاد که آقا مثلا من تو رو دوست دارم یا مثلا هیچی، من هیچ وقت سعی نکردم این توهمو توی تو به وجود بیارم و همیشه تکلیفم با تو مشخص بود. و میگه که دیگه اونم طاقت شنیدن این حرفا رو نداشت و گریه کرد و رفت، گریه کرد و رفت. و بعدش منم مثلا سعی کردم این ماجرا رو خیلی خوب هضم کنم، چون به نظرم آرمان این وسطی شخصی نداشت و یه ذره فقط عصبی بودم و از همه مهمتر اینجور بودم که دوستام کشن، اون سه تا دوست صمیمی خودم کشن. میگه دیگه خوابیدیم و فرداش دیدم که همه به من مسیج دادن از دوستامون که باورمون نمیشه ستاره این کارو کرده و مثلا مرسی بابت دیشب و مثلا دیشب شب تو بود. میگه البته بعدن فهمیدم که همه یه ماجرا چرا اینجوری شده بود، یه 5 دقیقه دیگه شما هم صبر کنین الان میفهمید. و میگه که میگه صبح اولین کاری که کردم زنگ زدم به دوستامو، دیدم که اونا مثلا اینجور بودن که آره ما خیلی دلمون برای ستاره سوخت و خیلی حالش بد بود و ماجرای خودش و آرمانو برای ما تعریف کرد و اینا دوستای خانوادگی قدیمی هن، از بچگی با هم بزرگ شدن، نمیدونم همیشه ستاره تو سرش این بوده که بالاخره یه روزی با آرمان ازدواج میکنه و اینا. میگفت من همینجور بودم که دارین شوخی میکنین، مثلا من شما دوستای صمیمی من این، مثلا با من اومدین تو این جمع، مثلا از طریق من این آدما رو میشناسین، بعد دیشب تو شب تولد دوست پسر من که این اومده تولد و مهمونی به هم بریزه به دوست پسر من بگه عاشقشه، شما دویدین ما این رفتیم بیرون بعدم نیومدین به من بگین چه خبر. میگه دیگه همونجا تصمیم گرفتم که این آدمای صمیمی رو، با اینکه 3 تا از دوستای صمیمی بودن که تازه پیداشون کرده بودم، مثلا خیلی برام سخت بود که بخوام دوباره برم دوستای دختر جدید پیدا کنم، ولی بلافاصله از زندگیم انداختم بیرون، چون میگفت توی ایران مثلا تجربه های مشابه داشتم، وقتی اومدم مثلا مهاجرت کردم گفتم که یه زندگی جدید برای خودم درست کنم و اشتباهات قبل رو تکرار نکنم. میگه برای همین اصلا اینجوری بودم که اینا صمیمن و وقتی از الان این کارو میکنم واقعا معلوم نیست بعدن چه کاری از دستشون برمیاد. سری از زندگیم حذفشون کردم و ستارم دیگه کم کم ناپدید شد و اصلا خیلی دیده نمیشد. منم مثلا چون مامان بابای آرمانم تورنتو بودن دیگه مثلا وارد مهمونی خانوادگی شدم و حتی وقتی مامان بابای ستاره تو جمع بودن ستاره نمیومد، اصلا خیلی حالش بد شده بود و خجالت کشیده بود.
و میگه که یکی دو ماه بعدم سر سالگردمون آرمان از من پروپوز کرد، خواستگاری کرد و الان هم نامزدمه، داریم سوروسات عروسی رو میچینیم. و میگفتش که اصلا اون شب هم شب تولد آرمان میخواست اون شب از من پروپوز بکنه، به همه هم گفته بود، همه میدونستن و اصلا ستاره برای همون اون شب اومد، مثلا میخواست جلوی این داستان رو بگیره، مثلا به قول خودش بگه من باید حتما به عشقم اعتراف بکنم که شاید مثلا آرمانم مثلا بگه آره مثلا منم به تو همین حس دارم. نمیدونم چه فکری تو سر خودش بود. خلاصه میگه که الان در حال چیدن سوروسات عروسیمم و حالا غمگین ترین قسمت داستان اینه که میخوام برایدزمیدز داشته باشم، این ساقدوشای عروس. بعد از دوستای مثلا آرمان و مثلا از دوستای غریبه ترم استفاده بکنم. خیلی دلم شکست که مثلا اون چند نفری که باشون دوست شده بودم با هم این کارو کردن و الانم ندارمشون کنارم، ولی مطمئنم مثلا آدمای بهتری جایگزینشون میشه. خلاص داستان عجیبی بود خیلی. نیکو جون اولا اینکه عروسیت مبارک، البته فکر کنم هنوز عروسی نکردی، نوشته بودی که فکر کنم این تابستون داری ازدواج میکنی و امیدوارم که خیلی خوشبخت باشی. به نظر منم خیلی کار درستی کردی و چقدر لذت بردم توی ایمیلت که هی نوشته بودی چقدر عاقلانه تصمیم گرفتی. یعنی خیلی فکر کنم آدمای کمی باشن که بتونن خودشون تو اوج عصبانیت و اتفاقی افتاده، مثلا اون صحنه‌ای که از بعد از تولد به سمت خونه میرفتی، واقعا نمیدونم چند نفر میتونن تو اون موقعیت خودشون رو کنترل کنن که داد نزنن چی شده بوده و اینا. یعنی مثلا خیلی عجیبه. آفرین، واقعا دمت گرم که انقدر عاقلی. و میدونی از جهت ستاره هم که نگاه میکنم دلم برای اونم میسوزه. به هر حال مثلا میدونی کار خیلی بدی کرده، ولی از دید اونم مثلا نگاه میکنی مثلا احتمالا از بچگی مثلا از این پسر خوشش میومده و مثلا بعدش مثلا بهش رسید. و البته خب طبق گفته خودت آرمان همیشه بهش گفته که چیز بیشتری بینشون نخواهد بود و دوربینم داغ کرد. همین دیگه، خلاصه که خیلی داستان عجیبی بود و امیدوارم که ستاره هم از این داستان، از عشقش به دوست پسرتو در بیاد و بره یه پارتنر خوب بر خودش پیدا بکنه. و در رابطه با دوستات هم خیلی کار درستی کردی، آفرین. یه تیکه دیگه که خیلی خوش آمد از این حجم از عاقل بودنت همین بود. واقعا آدم نباید به این فکر کنه که اگه این آدم ها الان از زندگی من برن من تنها میشم. واقعا گاهی تنهایی بهتر از اینه که یه سری آدم تو زندگی داشته باشی. همین، امیدوارم که خوشبخت بشی. بعداً برامون از عروسیت اگر تونستی عکسم بفرست. از فکر کنم نمیتونی چون مشخص میشه کی به کیه چی به چیه، ولی امیدوارم که خوشبخت بشی. و بوس بهت و تا یک ویدیوی دیگه، یک چیچت دیگه، خدافظ.